همراهان صفحه 333 سلام. تو این ویدیو میخواییم بهتون 10 تا از قانونای عجیب و غریب ژاپن رو معرفی کنیم. ژاپن یکی از شگفت‌انگیزترین کشورهای جهانه که به خاطر فرهنگ خاص و دوست داشتنی خودش و به خصوص به خاطر نظم و احترام مردمان اون شناخته میشه. با این وجود چیزهایی در این کشور وجود دارن که واقعاً شوکه کنندن. با ما همراه باشید. اول از همه این که برخی داروها رو نمیتونین بخرین. بسیاری از داروهایی که به آسانی در کشورهای دیگه قابل خرید هستن رو نمیشه به صورت آزاد در این کشور خریداری کرد و برای داشتن اونها فقط باید نسخه پزشک رو ارائه بدید. برای مثال داروهای استنشاقی که برای درمان تنگی نفس و آسم به کار میرن رو در ژاپن فقط میشه با نسخه پزشک تهیه کرد. ژاپنی‌ها به قدرت اسم افراد باور دارن و بر این باورن که اسم یک فرد بر روی سرنوشتش اثر میذاره. والدین نمیتونن نام‌هایی برای فرزندانشون انتخاب کنن که مبهم به نظر برسن یا معنای منفی داشته باشن. برای مثال در سال 1993 یک زوج ژاپنی قصد داشتن فرزند خودشون رو آکوما نامگذاری کنن که یکی از معانی اون در ژاپنی شیطانه. این والدین تحت تعقیب قرار گرفتن و در نهایت اسمی متفاوت و مثبت برای این کودک انتخاب شد. همین الان این ویدیو رو لایک کنید و چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. قانون عجیب بعدی این که نمیتونین اضافه وزن داشته باشین. از سال 2008 قانونی به نام متابولا در ژاپن به تصویب رسیده و اعمال میشه. این قانون به منظور مبارزه با چاقی و اضافه وزن تصویب شده و بر اساس اون شهروندان ژاپنی 40 تا 75 سال هر سال مورد بررسی دور کمر قرار خواهند گرفت. دور کمر مردان در این سن نباید بیشتر از 85 و در زنان نباید بیشتر از 87.5 باشه. در صورتی که بر اساس این معیار شخصی دچار اضافه وزن تشخیص داده بشه، دولت با روش‌های درمانی رایگان در صدد کاهش وزن اون برخواهد اومد. برای خاطیان جریمه یا محکومیتی در نظر گرفته نمیشه. اینم یکی دیگه از قانونای بسیار عجیبه که در ژاپن اجازه دور ریختن یا آسیب زدن به پول کشور رو ندارید. در صورت ارتکاب این جرم به 1 سال زندان یا 2000 دلار جریمه محکوم خواهید شد. اگه تو این کشور زندگی میکنید باید بدونید که ساخت مشروبات الکلی به شیوه خانگی ممنوعه و در صورتی که در خونه خودتون دست به تولید الکل بزنید به 5 سال زندان یا 5000 دلار جریمه نقدی محکوم خواهید شد. در اماکن عمومی ژاپن هیچ سطل آشغالی نخواهید دید و این قانون با فرهنگ ژاپن در ارتباطه. از دوران کودکی به ژاپنی‌ها یاد داده میشه که زباله‌ها رو تفکیک کنن و همچنین آشغال‌ها رو در خانه نگهداری کنن. علاوه بر این در سال 1995 در مترو توکیو یک بمب‌گذاری رخ داد که بمب مذکور در داخل یک سطل زباله کار گذاشته شده بود. به این ترتیب با برداشتن زباله‌دان‌ها از اماکن عمومی ژاپن می‌خواست از دست چنین حوادثی هم خلاص بشه. در ژاپن رقصیدن در مکان‌هایی که کمتر از 66 متر مربع مساحت داشته باشند ممنوعه. همچنین برای اینکه یک کلوب شبانه مخصوص رقص داشته باشید باید گواهینامه‌های مخصوص رقص داشته باشید. باید بهتون بگم سن بلوغ فکری در ژاپن 13 ساله. شهروندان ژاپنی میتونن بعد از سن 13 سالگی بدون منع قانونی وارد رابطه جنسی بشن، اما ازدواج رسمی فقط در سن 18 سالگی به بعد ممکن خواهد بود. در گذشته دختران در سن 16 سالگی و پسران هم در سن 18 سالگی اجازه ازدواج داشتند، اما حالا در مورد هر دو جنس معیار همون 18 ساله. یکی دیگه از قانون‌های عجیب اینه که بدون مجوز اجازه ماهیگیری نخواهید داشت. البته این قانون فقط در مورد ماهی فوکو صدق می‌کنه. در صورتی که نحوه پخت این ماهی رو بلد نباشید، باعث مرگ خودتون یا دیگران خواهید شد. به همین دلیل چنین قانونی تصویب شده و فقط کسانی که مجوزهای خاص داشته باشن میتونن این ماهی رو شکار کرده و بپزن. و قانون آخر این که در صورت داشتن خالکوبی به سونا و استخر راه داده نمی‌شید. در ژاپن مهد یاکوزاهایی با بدنهای پوشیده از تتو هیچ منع قانونی برای تتو کردن و خالکوبی وجود نداره، اما کسانی که بدن خودشون رو خالکوبی کردن اجازه ورود به استخر و سونا رو ندارن. این قانون هم برای شهروندان ژاپنی و هم توریست ها اعمال میشه. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ اصلا فکر میکردین قانونهای عجیب و غریب در ژاپن وجود داشته باشن؟ به نظرتون کدومشون از همه عجیب تر بود؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.